دلیلی که توجیه میکنه انجام یه عملی رو چی نهایتاً باید باشه به نظرتون هر کدومتون ببین من قبلا یه سوالی میپرسیدم اون موقع کلاب هاوس بود اون تو میرفت مرف میزنیم میگفتم که بچه آوردن به این دنیا خودخواهی یا اینکه از خودگذشتگی و خب خیلی هم میومدن میگفتن از خودگذشتگیه چون تو داری مثلا به موجودی جان میدی و میاری تو این دنیا و کلی هم زحمتش رو میکشی و بزرگ میشه ولی خیلی میگفتن خودخواهی محضه اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن و انگار اینکه جنگ ایجاد علاقه هاست تو دنیای مدرن یعنی دارن فقط حالا سیستم های مختلف از نگاه های مذهبی بگیر نمیخوام فقط برم مثلا کپیتالیستش بکنم و همه انگار دارن سعی میکنن علاقه مختلف رو جایگزین کنن مثلا تو این علاقه داشتش تو دیگه برای اینکه همون احساس تعلق رو به اون جامعه خیالی ذهنی داشته باشی باید تلاش کنی توی اون جامعه ذهنیه مورد پذیرش قرار بگیری حالا بعضیا فکر میکنن نمیدونم کلا سر یه نفر گذاشتن و پول در آوردن و ماشین تقلبی به نفر انداختن و نمیدونم لذت‌های گذرا قرار اون خوشحالی براشون به دست بیاره یه نفر فکر میکنه با مدیتیشن و خدمت کردن و کارهای عمیق درونی در نهایت هدف خوشحال کردن خود. آب جوشد آب از بالا و پست انگار یه جوری ربطش داشت به این حرفی که تو زدی ولی حالا ما توی یک شنبه ها که ادامهش هم میشه گمگاهی همین کارا رو انجام میدیم دیگه که رضا یه گفته یه نمیدونم تو گوش دادی یا نه یه ز... ویدئوی رضا ضبط کرده که ما اومدیم اینجا که خودت بگو آره ویدئوی ب... ویدیو در واقع اینجوری بود که ما اومدیم اینجا که به حرفای هم دیگه گوش کنیم دیگه کاری که خیلی انجامش نمیدیم همش همه منتظریم که حرف طرف تمام بشه ما دوباره حرف خودمون رو بزنیم گوش کنیم یکم از بار دانشمون خالی کنیم آه، آه. اون آه، چیزی آه. که تو گفتی جالبه که توی گوشی های آیفون هم هستش که بعد از این مدتی که چیزها رو استفاده نمی بهت میگه میگه آقا اینا آن این استال کن <applause> 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 <تص اینا داره پرفرمنس <تص> تو رو میاره پایین همه رو بار دانشمون خالی کنیم تا جا برای شنیدن باز بشه یعنی یه ذره جا باز بشه که بتونیم حرف های جدید بیاریم بعد در راستای حرف تو که ما بعضی موقع نمیدونیم چی آرزو میکنیم نمیدونیم واقعا یکی یک، یکی بچه های مثالی زد یک شنبه خیلی جالب بود میگفتش که یه نفر آرزو کرده بود که دست به هر چی بزنه طلا بشه و واقعا این آرزوش برآورده شده بود دست به هر چی میزد طلا میشد دست به پارتنرش میزد طلا میشد دست به, به جای رسیده بود که نمیتونست به چیزی دست بزنه میخوام بگم که بعضی موقع ندونستن آرزوها که ما چی داریم آرزو میکنیم میتونه کار دست آن بده <applause> حالا من از جنس خودم میخوام اینو یه ذره قابل ببینم خودم خودم اگه این کار رو بکنم چطور میشه چطور میتونم با این ترد شدگی دوستا رفقای خودم کنار بیام <applause> میدونی چی میگم اگر من باید اول به این برسم که با یه اعتماد به نفس کافی برسم من وقتی میگم ما باید رو کم کنیم نسبت به آدمایی که دارن ما رو قضاوت میکنن من الان با یه ماشین خیلی معمولی برم خیلی ها منو قضاوت میکنن من با یه لباس معمولی برم خیلی ها منو قضاوت میکنن ما دیگه الان توی شهر فرشتگانیم دیگه اینجا میشن. همه فرشتن و ما شاء الله. ما شاء الله. میبینی دیگه اگه الان با یه ماشین <تصفح> این حرفی که تو داری میزنی با خیلی اما مهمترین راه کنترل ما هم, هم همین حرفی که دقیقا تو میزنی اون سوشال کنترل دقیقا همین جوریه که تو جامعه تردت میکنه و تو از آره ترس اینکه آره. این ترد نشی آره. اون کانفرمیتی یا تایید 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 یعنی پذیرش, جبی. پذیرش جامعه یعنی تو میری به اون قسمتی که مثلا ما همینجا مثال ای ما ایرانی ها اگه دقت بکنی خیلی کارا رو نمی کنیم برای اینکه میگیم آقا جمهوری حالا نمیدونم اون قسمت آه. با همون بد رفتاری نشه بکنم آره دیگه می، میگم بعضی موقع من مثلا داشتم بین رفقای خودم داشتم مثلا اومدن خونه خونه ما دیدم مثلا یه جاروبرقی خریدیم ای این جاروبرقی چطوره چنده مثلا ای اینو چند گرفتیم مثلا حالا به خودشون اجازه میدن اینو میپرسن چند گرفتیم و میگیم این قیمت این موی سگ جمع میکنه مثلا من میگم نه میگه بر ما جمع میکنه میگم ارزونتر ارزونترم خریم آف گذشته بود 90 درصد یعنی یه جوری میکوبته تو میگی که من میخوام ببینم من با این عقب افتادگی میکنه آره. من میخوام آره. ببینم حالا بچه ها اگه شما هم دارین نگاه میکنین بر ما کامنت بذارین که با این چی کار کنیم با اینکه آدما میان به ما تیکه میندازن میخوای مثلا تو میخوای ساده زیستی کنی مثلا ببین داداش من میاد میکشه کنار میگه داداش من پول دارم ما. میخوای مثلا تلویزیون خونه عوض کنی این یه مقدار کوچیک نیست میاد میکشه ما با اینا چک کنیم <متصفح> میگم اول ما باید انقدر خودمون رو قوی کنیم یه جمله دیگه هم باز چرت و پرتای خودمون بگم اول قبل اینکه بگی واقعا چیزایی که نوشتی قشنگن یعنی من مم. حتی تو اینستگرام هم میخونم شعر نیست ولی یه وزن باحالی داره و خیلی تمیز یه چیزی رو بیان میکنی خواستم اینو قبلش بگم ما الان آخه... متوجه نمیشیم اصولا شاعرا وقتی یه چیزی میگن وقتی خودشون از بین میرن متوجه نمیشن نه ولی یه چیزی نشد حتی پستش نکردم گفتم این موقع میسان میشه ولی گفتم انگار تنها نیروی پیشران ما جانماندن از گله است م. و انگار اینکه فقط میترسیم از گله گله ای که هدف خاصی نداره یا یه کس دیگه یا چوپانی داره تعیین میکنه که کجا بره ولی انگار تنها نیروی پیشران ما ها منش به خودم نگاه میکردم فقط همین فومایی که داری میگی فومو میشه که فیر اف میسینگ اوت که ما میخوایم جان جا نمونیم یعنی ناخداگاه آدم یه روز تعطیل مثلا تو خونه میشینه میگه واقعا چه اتفاقایی داره میفته الان جا موندم نمیدام. و این فکر کنم خیلی نیروی قویه که تو اینکه دوباره برگردیم به جامعه مثلا آقا همه دارن اون کار رو میکنن من نکنم دارم یه چیزی رو از دست میدم و میدونی که بیشتر نیرویی که بچه ما رو کنترل میکنه از روان روانشناسی این نیست که ما میخوایم چیزی رو به دست بیاریم اینکه ما دوست نداریم چیزی رو از دست بدیم به خاطر این بیشتر سیستم های مثلا یه جایی مثل تو ایران مثلا تو چقدر ممکن انگیزه داشته باشی برای اینکه تلاش کنی یه پولی جمع کنی و بعد یه خونه ای بخری اینجا میاد چیکار میکنه یه خونه ای رو به تو میده یه چیزی رو به تو میده میگه اگر بد رفتاری کردی ازت میگیرمش و چون میدونه که این نیروی گرفتنه خیلی بیشتر تو رو به تلاش وامی داره تا نیرویی که امید بده, بده برو, برو به دست بیار و همه جا انگار این دایره داره تنگتر میشه و شاید مثلا آدما که میان به حسین هجوم میکنن انگار یه کلافگی پیدا کردن و اسپریچوالیتی و راهکارهایی که آدم دوست داره از این یوغ این جوامه و این اتفاقا بیاد بیرون انگار پناه میارن به آدمی مثل تو و خیلی خوبه که بگی که تو چرا این آنلرن خیلی خوب بود ولی متری که بهشون میدی که چه چیزی رو آنلرن کنن و اینا رو هم بمی... من احساس میکنم این گله خیلی بامزه است قشنگ همینجوریه که میگی یه جامعه اصلا من جدیدن به شدت دارم درگیر میشم با هر چیزی که پابلیکه هر چیزی که از جامعه تزریق میشه و یه نگاه بسیار بدبینانه ای دارم به هر چیزی که از طرف هر گروه یا جامعه ای داره القا میشه خب حتی به خاطر همین هم هست که با یه سری از عناوین عرفان فلان و نمیدونم اینا مسئله دارم آقا همچنان بحث بحث گروهه همچنان بحث بحث گله است حالا گله کوچیکتریه و اینوری هم داره میره اون گله بزرگه اونوری داره میره ولی شما مثلا متضاد گلم رفتار کردن یعنی گله بودنه ولی وقتی تو دوباره همون داستانه انگار همه دارن روی چیزی میدونن روی ترید میل دارن همه میدونن خب و تو میشی اون همستر دیوونه که میای پایین از ترید میل بعد اون احساس fear of میسینگ احساس مم. فومو اولین احساسیه که به دست میده و دقیقا همونجاست که تو تعیین میکنی که میخوای با گله باشی یا نه تو میای پایین و واقعا دوستان مثلا یه مقدار تجسم کنیم اینو همه دارن میدوان همه با بزرگ کوچیک همه کسایی که تو بهشون به شکل آیدل نگاه میکنی دارن میدوان و تویی که خیلی آدم خودت رو میشناسی آدم خیلی معمولی از چیز میای پایین از تریدمیل میای پایین خسته میشی کلافه میشی میگه این برای من کار نمیکنه اولین قدم اینه که میای پایین و بعد وقتی میای پایین اولین چیز اینه که میبینی همه دارن میدوان خب و این احساس ترد شدگی ولی جالب اینجاست که واقعا باید بهشون نگاه کنیم و بگیم من شاید به جایی نرسم ولی شما هم به جایی نمیرسیم من حالا لاقل به یه جایی نمیرسم که خودم انتخاب کردم شماها با هم به یه جایی نمیرسین و من ترجیح میدم برم از راه خودم برای همین یه پروسه ای و یه دوره از تنها بودن تو زندگی ما لازمه حالا یه خورده شاید بحث بره به سمت دیگه ولی هر کسی تو زندگی یه جای مهمی یه کار قشنگی کرده تاثیر خوبی داشته یه دوره از توی تنهایی عبور کرده اصلا یه کتابی هست نام The Art of Solitude هنر تنهایی که به همون میگه که تنهایی برای ذهنهای کوچیک جهنم و برای ذهنهای بزرگ بهشته ما لازم داریم یه دوره ای تنها بمونیم یه دوره ای با هیچ کس نه خودمون رو مقایسه کنیم کامل کامل جدا بشیم و از توی اون قاره از توی اون تاریکیه رچیم تا با خودت یه جایگاهی پیدا کنی که دیگه مدام احساس تایید تو احساس خوب تو از بیرون نمیگیری خب و اون موقع است که اگه با یه لباس معمولی بری مهمونی و آدما حتی به چپ چپ نگاه کنن که من تو اینم حرف دارم من احساس میکنم حتی اینم ساخته ای ذهن ماست که من اگه با یه لباس معمولی برم با یه ماشین معمولی برم جایی آدما به هم چپ چپ نگاه میکنن اکثر موقع نگاه نمیکنن اکثر موقع آدمایی به چپ چپ نگاه میکنن که تو اصلا برات مهم نیست بهت نگاه بکنن یادن و ادمایی که تو برات مهمه معمولا نگاه نمیکنن چپ چپ اتفاقا اصلا طرف اکنالج نمیکنن اصلا براش مهم نیست رجیستر نمیشه یه مقدار اینجوریه که اون تنهایی کمکمون میکنه که اون استقلال تو خودمون رو برامون پیدا کنیم و یه جاپای محکمی تو خودمون پیدا کنیم که دیگه مثل یه نهال باریک نیستیم که تحت قدرت باده یه خورده تنومند میشیم و بادای بزرگ میتونن بیان و برن و ما خیلی تکون نخوریم همچنان هممون کندیشن شدیم همچنان هممون شرطی شدیم همچنان هممون توی ذهنمون یک عالم داستان هست اما خیلی جالبه رزا داشتم فکر میکردم فرض کن بابات بهت بگه که مثلا آدم های موفق اینجوری که زندگی میکنن خب و این یک گزاره از بین تریلیون گزاره ایه که میشه گفت یه گزاره یه جمله است اون یه جمله درست مثل یه دیوار زندگی تو رو تقسیم میکنه محدودت میکنه اگر باورش کنی اگر بپذیریش خب و بعد تصور کن چند میلیون از این گزاره ها ما داریم که پسر خوب اینجوریه دختر خوب اونجوریه موفقیت اینه خوشبختی اینه سلب همه ی اینا رو ما داریم حالا چند تا تو عمرمون بتونیم برداریم تو اگه یه دونه دیواری که انقدر نزدیکه تر رو بزنی بریزی پایین یه ذره فضای باز پیدا میکنه یه خورده آزادی بعد یه خورده شهامت پیدا میکنه که شاید اون دیواره اون ترسه اون لیمیتیشنرم بتونم بریزم پایین اونی که از جنس فکر جامعه برام در نظر گرفته که باید بری دنبال پول باید فروان کی داشته باشی باید اینشورنس داشته باشی باید موفق باشی باید پول در بیاری باید کریدیت کارت فلان ماشین اینم میزنی میریزی یه خورده دیگه دستور پالت باز میشه و انگار پروسه زندگی برای من ریختن این دیوار است و مهمترین دیوار اولیشه اولین دیوار که بریزی انگار هم تو باور پیدا میکنی که من میتونم این دیوارا رو بریزم هم باور پیدا میکنی که این دیوارا اونقدی هم که من فکر میکردم محکم نیستن یه تنه میزنی میبینی او یکم شله و انگار بعد از اون خیلی باحال میشه زندگی که بذار برم تو مهمونی با یه لباس خیلی خیلی معمولی ببینم چی میشه بذار برم یه جایی و با معمولی ترین ظاهر ممکن برم و در مورد اکامپلیشمنت ها و در مورد توانایی هیچ حرفی نزنم و ببینم چی میشه میدونی چی میگم انگار برا من این یه موفقیت باحاله این یه جوری مستقل زندگی کردنه و بعد تو میری نگاه میکنی ببینی خب شاید خوشحالی من اینه که تو طبیعت بیشتر باشم این دیگه کاندیشن نیست این دیگه چیزیه که حسش میکنی میری تو طبیعت میبینی من حالم بهتره میری تو طبیعت از آدما دور میشی برای خودت یه فضایی ایجاد میکنی ولی این متریک حالم بهتره ببین تو دوباره داری انگار همون ر... میدونی دوباره برمیگرده به همین علاقه فردی من دوباره خب یعنی انگار یه علاقه ای که فردی بوده ولی فهمیدم سورسش اجتماع رو با یه علاقه ای فردی دیگه ای که متره رو آخه این ا... ا... تو میتونی حس کنی که لباس خوب داشتن یا گوشی آیفون داشتن خوشحالت میکنه و این غلطه ابجکتیولی غلطه آیا میشه ابجکتیولی در نظرش گرفت؟ یا میتونی فکر کنی که طبیعت بودن کنار طبیعت بودن با خودم وقت گذروندن منو خوشحال میکنه و این ابجکتیولی درسته چرا چون اصلا به لحاظ علمی میتونه نشون بده که یکیش دوپامین یکیش سروتونین یکیش حال خوبه یکیش هیجانه سراتونین طبیعت تو طبیعت بودن با خودت بودن کتاب خوندن هنر یاد گرفتن این چیزا ما رو واقعا خوشحال میکنه و جامعه این چیزا رو از تو نمیخواد چون تو اگر یه توانی توی خودت پیدا کنی و خودت رو بتونی خوشحال کنی دیگه احتیاجی به خیلی چیزایی که جامعه برای بقا احتیاج داره به تو که روش کار کنی دیگه بعده خوشحالی نمیتونه بعد این خوشحالی دیگه نمیتونه بده دیگه, نمیتونه به بهانه خوشحالی آیفون جدیدو بده بفروشه و تستای جدیدو بده بفروشه تو میگی آقا من و شاید آیفون جدیدو بخری و شاید جدید جدیدو بخری ولی نه به خاطر خوشحال شدن به خاطر اینکه دیگه میدونی بازیه میدون بازیه و حالا نگاه کن این ابجکتیو بودنه برای من خیلی مهمه که اینجوری نیست که نه خب یکی شاید واقعا با آیفون جدید خوشحال شه اشتباه میکنه نمیشه اصلا نمیشه شاید برای سه روز بشه ببین چی میگم برای همینه که یه سریش ابجکتیو یه سریش واقعا میشه در مورد خوشحالی اینجوری صحبت کرد ابجکتیولی من راستش اصلا موافق نیستم که میشه ابجکتیولی خوشحالی رو در نظر گرفت به نظر من کلا سابجکتیو یه از خوشحالی نظر من و من فکر کنم که هر کاری ما میکنیم نهایتاً برای یک ارزای یک حال درونیه و برای خوشحالی درونی داریم انجام میدیم من در مورد دو... این شک ندارم بذار ببخشید فقط می‌دونم یه چیز داری که بگی من در مورد این شک ندارم اینکه من برم تو طبیعت و با خودم خلوت کنم برای اینه که خودم رو خوشحال کنم خودم ولی خودم. یه روش مجدد. تو فکر میکنی سستینبل تره به نظرم من, من, من فکر نمی‌کنم. واقعا چرا؟ چون تصویربرداری مغزی نشونت میده که تو تو یه حالت داری احساس خوشحالی گذرا رو احساس هیجان رو با, اش... با, خوشحالی اشتباه میگیری تو یه حالت واقعا خوشحالیه دیگه این چیزا آخه ببین دلیل اینکه من از کلمه ابجکتیو استفاده میکنم درسته یه احساس درونیه ولی عکسبرداری برداری مغزی قشنگ نشونه میده کوچی خوشحال ولی خب یه مبحث خیلی بزرگ فلسفی وجود داره و توی نوروساینس و اینا که ما نمیتونیم یک موقعیت سابجکتیو رو ابجکتیولی قضاوت بکنیم خب به خاطر همین یه آدمی میگه که من اون حالمو خوب میکنه مهم نیست که بیرون در مورد من چه اتفاقی داره چون میتونید یه سری استیت اف مایند بیرونی هیچ وقت نمیتونه حال درونی ما رو در نظر بگیره جز گزارش ما بنابراین این خیلی میبراتش اونجا که این کلمه ابجکتیو باز دوباره یک گزاره هست که در حقیقت از گزارش های قبلی سابجکتیو ما به این نتیجه رسیدیم که این ابجکتیو حالش بهتره متوجه منظورم میشی آره. این, این, یعنی اونجوری نیست که مثلا ما مستقل از گزارش انسان ها نمیتونیم در مورد استیت اف نظر بدیم تصویر برداری مغزی گزارش آدم‌ها نیست تفاوت روانشناسی با نورس نه, نه،, نه. تو تصویر برداری مغزی می‌کنی میگی این استیت آف مایند حالا به این نتیجه رسیدی که متوسط آدم‌هایی که گزارش دادن در مورد این استیت آف مایند خوشحالی بوده مثلا این تصویر برداری مغزی متوسط آدم‌هایی که در موردش نظر دادن ناراحت بوده خب ولی این اینان این نمیکنه که این استیت اف این تصویر ذهنی میتونه یه جور دیگه گزارش داده بشه و ما دسترسی به درون آدم ها جز گزارش بیرونیش نداریم یعنی تصویر برداری بیرونی ما حرفی در مورد حس درونی ما نمیزنه بخاطر همین ما توی فلسفه روانشناسی و نوروساینس اینو داریم که اون چیزی که تو میگی من رنگ قرمز میبینم با اون چیزی که من میگم رنگ قرمز میبینم درسته دو تا میگم رنگ قرمز داریم میبینیم ولی من نمیتونم بفهمم که تو اون چیزی که داری میبینی دقیقاً چیه درسته متوجهم اگه نمیخوام نه نه یعنی بشیم اینو که... اینو نریم بگی... چون این نهایتا این, قا... این که ما میگیم ابجکتیولی میشه اینو بفهمیم جنسی از خشونت نه تو میاری میاره که انگار من دسترسی پیدا کردم به یه حقیقتی که تو دسترسی پیدا نکردی نمیفهمی مشکلش چیه چرا همه چی رو باید سسپند تو هوا داریم اینکه آقا تو طبیعت زندگی کردن و یه زندگی ساده قانع آروم خوب داشتن که مصرف گرایی نیست و بر اساس هنر بر اساس عشق و مهربونی بر اساس ارتباطت با اصلته که طبیعت بهتر از یه زندگی مادی گراییه که بر اساس خریدن و خوردن و به دست آوردن و سکس و لذت شاید که... بهتر باشه دیگه. میگی شاید بهتر همچنان... چون اون برش نفر میگه ممکن من از اون بر حالم بهتر درسته درسته آدما میتونن اشتباه بگن برای همینه که ابجکتیو میشه اشتباه نیست ک... مثلا من میتونم سابجکتیولی بگم من اونجا حالم بهتر تو چون ای نمیتونی تو بگی, بگی, بگی هم... اشتباه میکنی مثل اینکه بگی من با هروئین حالم بهتره درست مم. میگی با هروئین هراست... حال ولی اشتباه میکنی حالت بهتر نیست تو اشتباه می... شاید شاید ایلان ماسک تو جنگل حالش خوب نباشه واقعا با تکنولوژی و با این دنیای بیرون. شاید یه نفری هم که هروئینیه ش... تو جنگل حال چون هروئین دستش نمیرسه حالش خوب نباشه ب... فکر کنم شاید ما میذاریم فکر میکنم شاید آره یعنی تهش این شاید رو بذاریم که به نظر من شخصا شاید. من فکر میکنم تهش همش خودخواهیه ولی حالا شاید رسپی من برای این واضی که بیایم به خودخواهی کوچیک قانه نشیم و به خودخواهی هر روز سعی کنیم خودخواهی رو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر کنیم اگر خودخواهی خیلی کوچیک و محدود من این باشه که خودم رو اینجا خوشحال بکنم شاید خودخواهی بزرگتر اینه که من مثلا خودم رو رضا رو خوشحال بکنم هنوز خودم خوشحال میشم رضا خوشحال بشه شاید مهربونی اونجایی معنا پیدا میکنه که من خودخواهم ولی خودخواهیم اونجایی معنا پیدا میکنه که من از شادی تو خوشحال میشم مهربونی اینجا بنابراین من فکر میکنم که نهایتاً یه جایی حرف دکتر لای قمشه یه حرف خیلی جاله میزد میگفت توی قیامت آدم رو معاخذه نمی کنن برای اینکه چرا خودخواهی کردی یا چرا اینگاه میگه چرا اینقدر کوچیک خودخواهی کردی توی که میتونی اینقدر بزرگ خودخواهی من فکر می میکنم اون حرفی که تو داری میزنی شاید اینجوری راحت تر میشه به پذیریمش. که یه نفر میگه من الان خوشحالم خب ولی مثلا وقتی در مورد حرف میزنیم این آقا ساستینبل نیست آره ببین چند تا در مورد مپس خوشحالی ما میتونیم اینو تقسیم بکنیم به چند تا جریان خب خوشحالی کوتاه مدت خوشحالی میان مدت خوشحالی بلند مدت یه آدمی ممکنه بگه ببین من میخوام سیگار بکشم موادم استفاده کنم خوشحالی لحظه کوتاه مدتی داشته باشم که اصلا ندونم چی میشه اگه یه آدمی همچین حرفی در مورد متر خوشحالیش بزنه من نمیتونم من کم که بهش بگم این کارا نکن یه نفر میگه نه من میخوام همیشه خوشحال باشم دارم این کارا رو میکنم میگم آقا جون این کاری که داری میکنی همیشه تو رو خوشحال نمیکنه چون بعدش وقتی یکم مصرف کردی بعدش میفتی پایین بعدش این بدن تالورنس به هم میزنه خب و یه کسی ممکنه بگه نه من این پیک های خوشحالی رو دوست دارم تجربه بکنم خب باید بهش اوکی ولی میدونی که وقتی این پیکر رو تجربه کردی دانم داره یه نفر میگه نه من نمیخوام پیک رو تجربه کنم نمیخوام دان رو تجربه کنم میگم خب بس باید به زندگی متوسط قانع بشی انگار اون هدفه هست که این عمله رو میتونه براش متقاعد کننده بکنه که آیا این کارا رو باید انجام بدی یا نه ولی خیلی آدم ها مثلا تا حالا دوستامو داره میگه آقا من میخوام الان خوشحال باشم من نمیتونمش بگم نباش ولی فقط میتونم بهش بگم یادت باشه بدن تو هم حرفی که تو زدی اینقدر خوشحالی رو تحمل کرد بعد انقد ناراحتی را هم با تحمل بکنه آره موافقم رضا خیلی وقت چیزی نگفته رضا نه من من فکر کنم اون حرفی که حسین میزنه از لحاظ آماری و علمی اگر آمار و علم، علمی بخوای اینو بررسی کنی فکر می کنم اون درست باشه میگه که در نهایت از لحاظ آماری و علمی خوشحالی اون شکلی بیشتر به آدم ها می میچسبه از بین این همه خوشحالیایی که وجود داره موندگارتره موندگارتره به نظر من به نظر من هم من فکر میکنم اینجوری باشه ولی خب اگه بخواد دیگه نفر بیاد بگه من با این خوشحالم ما نمیتونیم آره میتونیم بگیم آقا خوشحالی یه کلمه یه که یه معنی داره و معنیش مساوی لذت نیست تو داری اشتباه کلمه رو استفاده میکنی اگه فکر میکنی سیگار کشیدن و مشروب خوردن خوشحالیه داری اشتباه کلمه رو استفاده میکنی کلمش لذته آف کورس لذت بخشه اگر زندگی و من به هیچ کس نمیگم چی کار کن <applause> تو میگی پس من نمیتونم بهش بگم که این کار نکن نه من هم بهش نمیگم ولی کلمه معنی داره خوشحالی معنی داره که با لذت متفاوته اصلا یکی از جالب ترین چیزهایی که من خیلی زود متوجه شدم و یه عالمه دردسر رو ازم گرفت این بود که آقا خوشحالی و لذت نه تنها هم نیستن بلکه تقریبا متضاد هم دیگه یه روانشناسی دارم دکتر لاستیک میگه the more pleasure you seek the unhappier you become هر چی بیشتر دنبال اصلا ساختار مغز ما اینجوری کار میکنه تو... خوشحالی و رضایت رو نکته اینجاست که تو با ببین مثلا فرض کن طرف 100 سال پیش هزار سال پیش زندگی میکرده پلژرش این بوده که آدما رو بکشه برای اون قایتش و خوشحالم میشده از اینکه اون آدم ها آره رو کشته یعنی رضایت درونی هم داشته میرفت اینجاش صد تا کافر و هزار تا کافر رو امروز کشتم میدونی میخوام بگم بعضی موقع اینجوری هم میتونه باشه یعنی یه آدم از یه کار خیلی بدی اون حس خوب و رضایتتر هم حتی تجربه بکنه ولی این به تنهاییش به نظر من متر خوبی نیست یعنی حتی اگر تو خوشحال هم بشی یا راضی هم باشی تهش یعنی از لذت بگذری یا حتی به خوشحالی هم برسی عمل تو جاستیفاید نمیشه به خودی خودش چون تو ممکنه از یک کار خیلی بد در یک موقعیت حالا همین الان هم رادیکال های مختلف تو جاهای مختلف ممکنه کارهای خیلی بدتری رو انجام بدن و حس شادی و رضایت اصلا میری نگاش میکنی میری یارو نورانی اینقدر آرامش داره یارو مثلا همین چند وقت پیش مثلا چند تا کشته بودن خیلی هم قشن عکس گرفت بود اینجوری هم کرده بود چون اصلا یه جور دیگه داره دنیا رو میبینه خیلی جالبه حالا میتونیم اینجا یه سوال از بچه ها بپرسیم م. که بر ما کامنت بذارن که به نظر شما خوشحالی یعنی چی؟ م. یعنی که فرق خوشحالی و لذت رو برای ما کامنت بذاریم و آیا خوشحالی این هم سوال بعدی میتونه باشه آیا خوشحالی آیا بهترین توجیه برای انجام یه عمل میتونه باشه یا نه؟ خوشحالی بهترین توجیه برای انجام عمل خیلی میتونه سوال خوبیه یعنی؟ دیگه سوال خوبیه میگم یه چیزایی میدانی؟ ببین از خورش یه <applause> شروع کردیم به کجا رسیدیم قشنگ دیگه ولی فکر کنم خیلی بحث خوب آره من خیلی این بحث میشم چون واقعا اصلا انگار به همه چیز به همه یه رفتارامون یه جهتی و یه زاویه‌ای میده و اگه بدونیم یه سری چیزا برامون خوشحال ایجاد نمیکنه بلکه بدتر ناراحتمون میکنه شاید انجام ولی اگه این سوال آخری که پرسیدم حسین خیلی واقعا بس خودم درگیری حتی اگر خوشحالمون هم بکنه به همون معنی که تو داری میگی بازم این this is not the best justification که یه کار رو بکنیم یا نکنیم یعنی اخلاق انگار حتی ورای اینا میشه اگه یه نفر برگرده بگه من خوشحالم از اون کاری که دارم میکنم منم که نمیتونم بهش آیا اصلا من باید خورش بدم برای کار دیگه بکنه آیا به این ایده ای که خوشحال تر خواهد شد شاید اصلا این چیزی که داره رو از دست بده دیگه از این چیزی که داره خوشحال نباشه یه جنبه ای از لذت های زندگی که خیلی هم سالم و باحاله اصلا چشیدن تماس بو کردن بوهای جدیده با این ترس های تو که میخوای باهاش مقابله کنی میخوای این دیوارا رو ورداری، مصادف میشه با هنجارهای جامعه مثلا همون چیزی که ایرزا گفت میتونی سکس کنی با سه نفر چهار نفر اونجا چی کار میکنی؟ همش به خودم یادآوری میکنم علاقه من نه اخلاقیات نه مقدس نه یه چیز خفنیه و به خودم باز دوباره این یادآوری میکنم که ما انسانهای منطقی نیستیم ما موجودات منطقسازی هستیم و به میزانی که باهوشتر باشیم برای امیال خودمون میتونیم دلایل بهتری رو بتراشیم.